لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین. عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم و ظهر بخیر همتون میگم. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید و بتونیم لحظاتی رو در کنار فعالیت و حرکت نهضت اهل سنت و جماعت در مدار تاریخ بگذرونیم و این حرکت و این نهضت رو بیشتر بشناسیم. خیلی از ما هستند که به طور ارثی گذشته ای رو دارند به این معنا که در ضمن این مجموعه و جریان متولد شده اند و نسبت داده میشن به این جریان فکری، ولی متاسفانه از اصل خودشون و از حقیقت فکری خودشون و از اصول و مبادئ فکری و اعتقادی خودشون بیخبرند. و خیلی هم هستند که شنیدن در مورد اهل سنت و جماعت و فکر هم میکنن اون چی که گفته میشه در مورد اهل سنت و جماعت و اون چی که در رسانه های مختلف بر علیه اهل سنت و جماعت تبلیغ میشه یا تبلیغات میشه، بهتر بگیم، همه اینها در برگیرنده حقایقی تاریخی هست، در صورتی که باز هم در یک دیدگاه غلطی رو سپری میکنند. این دو موضوع در واقع ما رو وادار میکنه که ما یک نگاهی داشته باشیم، بازگشتی داشته باشیم به یک جریانی که حمل مسئولیت و امانت این دین رو از اول طرح این دین و از اول ابتدا و آغاز این دعوت به گردن گرفت. صحابه‌ای که با کمال افتخار و با کمال آخرتجویی و خلوص کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شمع در کنار این شمع همچون پروانه دور زدند و سوختند و نذاشتند که این شمع تنها بمونه، پروانه‌وار خلوص خودشون رو و وظیفه خودشون رو در قبال این شمع ظاهر کردند و شمع فروزان رو به سر منزل مقصود تا امروز رسوندن. به هر حال ما در جلسه قبل که نگاهی داشتیم به نقش احیاگری اهل سنت و جماعت در تاریخ، این نکته رو عرض کردیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دینی رو به عنوان دین خاتم آوردن و این دین از طریق افرادی به عنوان سابقین و اولین، طوری که خود قرآن کریم اونها رو تعریف میکنه، این دین به توسط افرادی به نام سابقین و اولین که از مهاجرین و انصار بودند، که باز هم قرآن این اصطلاح رو برامون میاره، از طریق این افراد منتقل شد به نسلهای بعدی و نسلهای بعدی باز بر اساس پیشبینی که پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده بودند، اومدن برای حفاظت این جریان هر موقع که انحرافی پیش می اومد سینه سپر کردن و انجام وظیفه خودشون رو بر حسب نیاز در حوزه‌های مختلف علمی و عملی و دعوت انجام دادن، وظایف خودشون رو شناختن و انجام وظایف هم در طول تاریخ از طرف اونها صورت گرفت. اولین کتابی که ما مد نظر داشتیم گفتیم که میخواییم ببینیم که در این جریان فعالیت‌های علمی و فعالیت‌های فکری چطوری تونست در خط سیر انحرافات جلوی اونها بیسته و حقایق فکر دینی رو احیا بکنه و زنده نگه داره. ما اولین کتابی که گفتیم انشاءالله خدمتون ارائه خواهیم داد کتابی هست که منصوب به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست. ایشون متوفای سال 150 هجری هست، سال 80 هجری متولد شدن. این کتاب
اگرچه در بر اساس سندی که نسخه های خطی این کتاب داره روش بحث و گفتگو هست در بین اهل پژوهش و اهل تحقیق و اهل سنت و جماعت، هم در تحقق سند هر کتابی دقت علمی لازم رو اعمال میکنن. ولی از اونجایی که این کتاب مورد قبول ائمه و مراجع بزرگ دینی، خصوصا مراجع جریان فقهی احناف قرار گرفته و مورد قبول همگان هست، این کتاب نگاه کردن، بررسی کردن و مطالب اون رو مد نظر قرار دادن برای احیای فکر دینی میتونه نقش بسیار مهمی رو داشته باشه، تا اینکه ما در جریان قرونی که بر افکار امت گذشته بتونیم از خودمون رو از اونچه که به عنوان اضافات یا کم و کاستی های مختلف در طول تاریخ صورت گرفته خودمون رو نجات بدیم و دین خالص رو بر اساس فهم سلف و دین خالص رو بر اساس سنت نبوی و به همین صورت اصول و مبادی که بزرگان این دین فهمیدن، این دین رو بفهمیم. کتاب امام ابو حنیفه، کتابی که نسبت داده میشه به امام ابو حنیفه، با عنوان فقه اکبر مشهور است، الفقه الاکبر فی اصول الدین. واژه فقه رو همتون باش آشنا هستید. این واژه در امتداد تاریخ محدود شده، یعنی به فهم جزئیات و فروع دین و استنباط فروع از اصول یا فروع از ادله شرعی اطلاق شده. ولی فقه در واقع در نزد بزرگان و سلف ما یک معنای قرآنی داشته، یعنی از معنای تخصصی علمی خودش خیلی فراتر بوده. معنای قرآنی این واژه که در آیات مختلفی ما این واژه رو میتونیم مشاهده کنیم، نمونه از این آیات آیه سوره توبه هست که میگه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. چرا از هر قومی یک مجموعه خارج نمیشن؟ لیتفقهوا فی الدین، تا اینکه در دین تفقه حاصل کنن. تفقه حاصل کردن در دین در ضمن آیات سوره توبه و ضمن اون سوره انفال هم در روان با هم مرتبط هست، در واقع خروج در راه فعالیت دینی و توسعه حق و حقیقت و پرچم توحید هست که بیشتر در قالب جهاد مطرح هست. ولی مهم اینجاست که تفقه در دین مبادی و اصولی رو برای انسان در ذهن و قلبش پدید میاره که اون رو از هر گونه شک و شبهه‌ای دور نگه می‌داره. فقه حاصل کردن یعنی فهم عمیق و درست به دست آوردن، یعنی اینکه به یقین تام رسیدن. و یقین تام هم مبدأ اون چون قلب هست، در نتیجه می‌بینیم که قرآن کریم باز نسبت تفقه رو باز به قلب میده. لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب‌هایی دارن که باعث درکشون پایین است. و به همین صورت منافقین هم که به همین صورت در بحث اعتقاد و اندیشه دچار تردید در قلب هستند، به اینها وصف قوم لا یفقهون رو قرآن کریم مکرر نسبت داده. در نتیجه فقهی که ما در این مرحله از زمان شاهد هستیم که در این کتاب ما میبینیم، فقه اکبر هست. یعنی مثل این که در مقابل فهم مسائل فرعی و وظایف شرعی که فقه بهش اطلاق میشه امروز و اون موقع هم اطلاق میشده، یک فقهی رو برجسته‌تر و مهمتر و در اولویت قرار دادن که اون فقه اکبر اسمشو گذاشتن، یعنی فهم مبادی و اصولی که هر انسانی باید، احاد مردم باید اون رو بدونن. فقه عامی که امروز ما در ضمن
دروس حوزوی میخونیم، اون فقه شاید تخصصی برای یک طیف معینی فقط فرض باشه و بخشی هم از اون شاید قیل و قالهای و فرضیاتی باشه که اصلا قابل اعمال هم نباشه. اما فقه اکبری که در اینجا ما خواهیم دید، میبینیم که مبادئ فکری هست که هر انسان مؤمن و مسلمانی باید اونها رو بشناسه و در باور و اندیشه فکر خودش اینها رو به طور یقین جا بذاره و پای ریزی بکنه، زندگی خودش رو هم بر همین اساس باید پای گذاری کنه. در این کتاب ابتدایی داره که میتونید متن رو ببینید، براتون گذاشتم در صفحه لپتاپ. در مقدمه این کتاب گفته میشه که اصل توحید و ما یصح الاعتقاد علیه. دوستان اگر بذارن صفحه رو در ضمن بله میبینید متن رو. در مقدمه این کتاب اینجوری میاد که اصل التوحید و ما یصح الاعتقاد علیه یجب ان یقول آمنت بالله والیوم الاخر و ملائکته و کتبه و رسوله و البعث. دقت کنید، این ابتدای کتاب هست و خاتمش هم با نزول عیسی علیه السلام از آسمون شروع میشه، خاتمه پیدا میکنه. من میخوام در این قسمت آغاز این کتاب، فکر کنم کافی هست که مطلب رو دیدید، فقط میخوام در آغاز این کتاب یک نکته ای رو تأکید بکنم و اون این هست که وقتی که برامون میگه اصل توحید و ما یصح الاعتقاد علیه، اون چی که درست هست اعتقاد داشتن بر اون و باید انسان معتقد باشه، به این معنا هست که هر فردی باید این مسائل رو در ذهن خودش، در قلب خودش، در فکر خودش به عنوان مسائل مسلم و یقین و باورهای دینی باید تثبیت بکنه و حامل این افکار و اندیشه ها باشه. نکته دوم این هست که دقت کنید، در ضمن مواردی که ما انشالله بهش خواهیم پرداخت، خواهیم دید که تمام اون چی که آورده میشه بر مبنای کتاب و سنت هست، هیچ چیزی بر مبنای عقلی که مجزا از کتاب و سنت باشه نیست. یعنی کتاب و سنت و بینات کتاب و سنت، نه شبهات. ما در این بخش هم باید دقیق باشیم که اولا بر مبنای نصوص کتاب و سنت فکر و اندیشه اهل سنت و جماعت احیاگر اصول مبادی دین هست، و دوم بر اساس دلائل و بینات روشن کتاب و سنت و نه بر اساس شبهاتی که میشه استنباط کرد، و این استنباط هم در تعارض با ده ها نسل دیگه میتونه قرار بگیره، همونطوری که در اهل بدعت این موضوع رو شاهد هستیم. در نتیجه مبدأ فکری اهل سنت و جماعت بر کتاب و سنت و بر نصوصی هست که به عنوان بینات یا آیات روشنگر مبین مفصلی هست که هیچ گونه تردیدی در پیغامی که آیه داره وجود نداره. یعنی صریح هست در مطلب و به همین صورت در اضافه بر صریح بودن به طور مکرر و مفصل در موارد متعدد این مطالب اومده. کتابی که به دنباله این کتاب داریم در واقع کتاب فقه الابسط هست، ولی قبل از اینکه ما فقه الابسط رو نگاهی بندازیم، یعنی به شما معرفی کنیم، لازم هست که بگم که کتاب همین فقه اکبر از اونجایی که مورد قبول ائمه اهل سنت و بزرگان علمی این جریان فکری قرار گرفته، شخصیت های خیلی بسیار زیادی در طول تاریخ این کتاب رو شهر دادن، چون این کتاب متن است و متون عموما فشرده است و نیازی به شهر داره برای اینکه عموم مردم بتونن بیشتر ازش بهره بگیرن، و به همین صورت بعضی از علما هم برای اینکه حفظ متن برای نوآموزان آسون باشه کتاب رو به نظم در آوردن. یعنی متون علمی اهل سنت و جماعت از جهتی
از طرف برخی از علما شهر داده شده و از طرف دیگه از جانب برخی دیگه از علما به صورت نظم یا منظومه در آمده که منظومه شدنش به خاطر این هست که بتونن بهتر حفظ کنن و برای آموزش راحت تر باشه و به همین صورت بخش شرحش هم باز هم برای فهم و درک متن و کمک برای دانش آموزان و به همین صورت دانشجویان یک کمک درسی اطلاق میشه. کتاب در قرن دهم هجری شیخ محی الدین محمد بن بهاءالدین شرح داده که اسم کتاب هست القول الفصل، به همین صورت شرح دومی داره که الیاس ابن ابراهیم سینوبی این رو شرح داده که این رو هم در سال 891 ایشون وفات کرده. به همین صورت شرح دیگه ای هست که شیخ احمد بن محمد المغنیساوی هست که ایشون هم در سال 939 متوفا هست، که باز هم تقریبا نزدیک به هم هستن. و مشهورترین شرحی که از این کتاب در اختیارمون هست کتاب شرحی از این کتاب هست که شیخ علی قاری، ملا علی قاری مشهور که از علمای برجسته خراسان هست، ایشون اصالتا از هرات بود و مهاجر شد در زمان حکومت صفوی ها و ظلمی که به اهل هرات و اهل سنت ها داشته شد، ناچار به هجرت شد به مکه و در اونجا وفات کرد، ولی این کتاب رو به شهر داده و مضاف بر این ایشون جزو شراح و علمای برجسته حدیث هم به شمار میاد که مشکات المصابیح هم یکی از شروحی هست که ایشون ازشون مونده هست. به همین صورت شیخ اکمل الدین هم این کتاب رو شرحی ازشون باقی مونده و دو تا منظومه هم داریم که هر دوی این منظومه نظم در سال 918 و 1016 باقی مونده که تقریبا میشه گفت که شروع این کتاب از قرن نهم و دهم و یازدهم تقریبا ما شروعی داریم از این کتاب. در از معاصرین هم کتاب رو دکتر عثمان خمیس جزو علمای معاصرین هست که کتاب رو شرح داده و تحقیق کرده و تعلیقاتی بر کتاب داده. ترجمه این کتاب هم به فارسی وجود داره، میتونید برگردید به شرح کتاب به سایت عقیده و متن کتاب رو به فارسی هم دانلود کنید. در این حال این کتاب با ترجمه های مختلف در اختیارتون هست، با مراجعه به کتاب انشالله خواهیم تونست بیشتر با هم بررسی بکنیم مطالبی که این کتاب در بر داره. مثل اینکه بیننده از این پشت خط هستن، صدایشون رو میشنیم، بعد بحث خودمون رو ادامه خواهیم داد. بله برادر عزیز آقای امیر حمزه از افغانستان، سلام بر شما، برادر بفرمایید. سلام علیکم، وقت شما بخیر. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر عزیز سلامت، ممنون، بفرمایید. برادر عزیز آقای امیر حمزه صداتون دارم، بفرمایید. برادر آقای امیر حمزه صداتون به استودیو وصله. بله مثل این که قطع شدن بیننده. بله آقای ابن مالکشون بفرمایید، به هر حال باز هم حاضریم صداشون گوش کنیم. بفرمایید آقای ابن مالک. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. بله من از جناب طلبتون راجع به آقای ابو هریره هست من روایتی را ازشون نقل بکنم. آقای ابن مالک، کتاب الفقه الاکبر موضوع بحثمون هست، موضوع بحثمون روایت حضرت ابو هریره نیست. اگر در زمینه این کتاب و در مطالبی که صحبت کردیم مطلبی رو دارید یا سوالی رو دارید در خدمتتون هستم. بله من یک سوال دارم. بفرمایید آقای. بله سوال اینه که به صابن جناب ابو هنیفه چرا مبغوض علما بوده؟ مبغوض علما بوده، مبغوض شما بوده آقای ابو مالک، ابن مالک. نه من کار به سمون ندارم. چرا به سمون علما چون رو به سمون یک فردی میدونستن که پس حلول در اسلام بوده و دین رو مندرس کرد؟ اگر ایشون رو به عنوان
مبغوض میدونستن، ائمه از امامی از ائمه اهل سنت تلقی نمیشد و امروز بیش از چند صد میلیون انسان پیروشون نیبود. شما آیه ابن مالک اگر سوالی دارید سوال درستی، اگر میخواید فقط وقت برنامه رو بگیرید از شما عذر میخواییم، وقتمون کم هست، فقط یک ساعت وقت داریم، بذارید تا بیننده های عزیزی دیگری که میخوان استفاده کنن تماس شده داشته باشیم. بله بله، آقای ابن مالک متاسفانه کارشون سنگین هست، شغلشون هم واقعا بگیم پیگیر هست، ما براشون عذر میخواییم، معذرت میخواییم از این که نمیتونیم بیشتر از این بهشون وقت بدیم، ولی خب دوست داریم که یه مقداری در فکر خودشون باشنشون، یعنی حقوق و اجری که هر انسانی در هر پستی که باشه دریافت میکنه، این حقوق و اجر نمیتونه دائم و پایدار بمونه، یه روزی تموم میشه و من هم میرم شما هم میرید، یه حسابی رو باید در نزد رب العالمین پس بدین که وقت خودتو در چی ضایع کردی، وقت دیگران رو در کجا ضایع کردی. اون روز روزی هست که هیچ بهانه‌ای و هیچ بگیم شبهه‌ای برامون نمیتونه کارساز باشه، نه شبهاتی که بگردیم از صبح تا شب از کتب اهل سنت در بیاریم و نه شبهاتی که بگردیم صبح و شب از قرآن کریم در بیاریم و بخوایم ذهن بیننده ها رو مشوش کنیم. اون چی که اون روز به دردمون خواهد کرد صداقت هست، صداقت هست و اخلاص هست. ببین با خودمون صادق باشیم، اگر با دیگران صادق نیستیم، اگر با دیگران تقیه رو فرض میدونیم، اگر با دیگران دهها توجیه رو داریم، با خودمون به خودمون ظلم نکنیم. بله برگردیم به بحث خودمون. گفتیم که کتاب دیگری هم در همین راستا به امام ابو حنیفه نسبت داده میشه، اون کتاب هست به نام فقه الابسط، و فقه ابسط هم به همین صورت مبادع فکری اعتقادی اهل سنت رو حامل هست که مطالب مختلفی رو یکی از شخصیت هایی که به هر حال مشهور هست، اگرچه در بحث رجالی مورد نقد محدثین قرار گرفته، نقل میکنه این کتاب رو امام ابوبکر بن محمد کاسانی با سند خودش از ابی مطیع الحکم ابن عبدالله بلخی روایت میکنه، که این روایت یا این کتاب با این سند یک عنوانی رو در ابتدا خودش داره و اون این هست، میگه یقول من اصول اهل سنت والجماعه، از اصول اهل سنت و جماعت میگه سألت ابا حنیفه النعمان ابن الثابت رضی الله عنه، میگه از امام ابو حنیفه رضی الله عنه من در زمینه اصول اهل سنت و جماعت پرسیدم و ایشون جواب داد. سوال هست و جواب رو از استاد میگیره و در اینجا در واقع به نقل از امام ابو حنیفه مطالب رو میاره، و این مطالب هم باز در راستای رفع انحرافات فکری هست که در زمان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وجود داشت. مطالب این کتاب رو هم انشاءالله ما نگاهی بهش خواهیم انداخت، چون همه اینها متون هست و مختصر و فشرده هست، ولی نکته مهمی که در همه اینها وجود داره این هست که ما باید این رو در نظر بگیریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که عبدالله بن مسعود روایت میکنن در تفسیر آیه سوره انعام که ان هذا سبیلی فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، این راه من هست و این راه هم باز در تعبیر دیگه میگه ان هذا صراطي مستقيم فتبعوه، این راه مستقیمی هست که راه من هست و راه های انحرافی رو پیروی نکنید. در تفسیر این آیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خطی رو کشیدن و در کنار این خط خطوطی رو کشیدن، یعنی این صراط مستقیم یک شاهرایی هست که یک راه های انحرافی
بر این راه مستقیم منتهی میشه یا از این صراط مستقیم خارج میشه. در نتیجه اهل اون چه که باید اهل ایمان و اهل اسلام مد نظر داشته باشن این هست که بشناسن که این ویژگی های برسه این راه مستقیم چی هست و خطوط انحرافی و راه های انحرافی به کجا منتهی میشه تا به اون مسیر نرن. اهل سنت جماعت در مسیر حرکت دینی و در طور تاریخ سعی کردن که هر جا انحرافی پیش اومده بیان اون انحراف رو معرفی کنن و تابلوی رو نصب کنن و بگن این راه انحرافی هست، به کجا منتهی میشه و این راه رو نرید، با هر اسمی و هر عنوان و با هر فکری که بوده. از اولین حرکتی که در قالب خوارج، فکر خوارج و تندروی و تشدد فکری که پدید اومد آغاز شد و به همین صورت معتزله و بقیه فرقه های مختلف در رأس اونها روافض که بزرگترین انحراف فکری رو در بدنه امت اسلامی پدید آوردن، همیشه اهل سنت و جماعت روشنگر راه اهل ایمان بودند و هنوز هم هستند. اون چیزی که در اینجا جای تأکید هست اینه که در ضمن این دو کتابی که ما بررسی خواهیم کرد خواهیم دید که مطالب مختلفی رو امام ابو حنیفه مطرح میکنن به عنوان اعتقاد که همه اینها در ارتباط هست با مسائلی که یا انحرافاتی که در اون زمان آغاز شده یا مطرح شده و تقریبا میشه گفت احیاگر فکر دینی و احیاگر اصول مواد فکری حق اسلامی میتونه باشه. امروز هم اگر ما باز بیاییم عیناً به همین صورت افکار و اندیشه هایی که به ارث بردیم ولی نمیدونیم تا چه اندازه خالص هست، با تا چه اندازه از صحت برخوردار هست، بر این گفته ها یا بر این متون ارائه بدیم خواهیم تونست بازسازی کنیم فکر خودمون رو و به همین صورت بازنگری کنیم و اصلاحات لازم رو انجام بدیم. در آغاز کتاب فقه ابسط جمله ای رو آورده به همین صورت نسبت داده شده به حضرت امام ابو حنیفه که جالب هست که این جمله رو با هم نگاهی بندازیم. اگر صفحه رو دوستان بذارن تو صفحه تلویزیونتون بهتر خواهید تونست موضوع رو بگیرید. در اینجا ما اولویت های علمی رو شاهد هستیم که وقال ابو حنیفه رضی الله عنه الفقه فی الدین لافضل من الفقه فی الاحکام. فقه در دین فضیلتش بیشتر هست، برتر هست در فقه احکام. اولویت های آموزشی هست که باید ما در نظر بگیریم که فهم دین و به همین صورت فهم مواد فکری و اعتقادی اولا هست بر فقه احکام. متاسفانه امروز اکثر کسانی که خودشون رو منسوب به علم دین میدونن در احکام و اون هم در فروع احکامی که شاید وجود خارجی هم نداشته باشه بیشتر وقتشون رو گذاشته هست، نه در فقه دین. شاید در دین و توحید معلوماتشون بسیار ناچیزه، بضاعتشون بسیار کم باشه، شاید صدها صفحه و متن در زمینه آب کر خونده باشن که امروز کر کمتر استفاده هم میشه و انواع آبی که باش میشه وضو گرفت، در صورتی که امروز ما راحت با زیر شیر آب باز میکنیم و وضو میگیریم و نیاز به این قیل و قال ها هم خیلی کمتر پیش میاد، ولی هیچگاه در زمینه توحید و اصول مواده نواقض ایمان و اسلام هیچگاه توقف نداشتن و کمتر خونده باشن. بزرگترین مراجع دینی که در فقه عموما رسائل دارن در فکر خودشون هنوز توحید و لا اله الا الله نتونستن درست بفهمن که قرآن کریم چه شرحی و چه تبیینی برای این مبدأ فکری و برای این اصل اعتقادی پیام انبیا آورده و چه نواقضی براش وارد هست. در توحید متاسفانه صفر هستن، اگر کسی از توحید هم سخن بگه میشه وهابی، ولی در مسائل فقه گفتم فرعی از مسائلی که اصلا شاید وجود خارجی نداشته باشه بگیرید تا مسائل و قیل و قال ها و فرائضی که شاید در ضمن حتی سنت هم وجودی براش نتونیم پیدا کنیم، انواع مختلفی که در صیغه در انواع مختلف فقهی میارن خودش یک نوع مباحثی داره که جای تعجب رو برای خیلی ها فراهم میکنه. به هر حال
در ادامه صحبت گفته میشه که ولی ان یتفقه الرجل کیف یعبد ربه خیر له من ان یجمع العلم الکثیر. انسان بدونه که چطوری عبادت پروردگار خودش رو بکنه بهتر از اینه که علم خیلی زیادی رو کسب بکنه. این جمله بسیار جمله پرمعنایی هست که باید ما بدونیم که عبادت پروردگار چطوری صورت میگیره. اما معلومات و قیل و قال های مختلف و فرضیات رو در ذهن سپردن برای بحث و مجادله و مناظره و جدل کردن و نمیدونم شبهه ایجاد کردن در اینجا، این برای انسان خیر و عاقبت نیکی رو نمیتونه به همراه داشته باشه. به همین صورت قال ابو مطیع که راوی کتاب هست، فاخبرنی ان افضل الفقه، از بهترین فقه یا فهم و درک و استنباط به من سخن بگو. قال ابو حنیفه ان یتعلم الرجل الایمان بالله تعالی، که انسان یاد بگیره ایمان به الله رو، ایمان به الله رو یاد بگیره به معنای تامش، به معنای صحیحش، به معنای قرآنیش، به معنای مسلمش که در نصوص شریعت اومده، و شرائع و سنن و شریعت الهی رو بدونه و سنت های سنت نبوی رو بدونه و الحدود، حدود رو بدونه و اختلاف الامه و اتفاقها بدونه که امت رو چه چیزهایی اتفاق کردن و چیزهایی اختلاف کردن، اون چی که اتفاق کردن پایبند بمونه، اون چی که اختلاف کردن احتیاط رو پیش بگیره. این هست افضلیت ها، اولویت هایی که ما باید در آموزش مد نظر قرار بدیم. افضل الفقه میگه ان یتعلم الرجل الایمان بالله، که ایمان به الله رو انسان یاد بگیره. این اولین موضوعی هست که باید در بحث آگاهی و علم و دانش دینی مد نظر قرار گرفته بشه و بعد از این شریعت رو بر مبنای سنت بتونیم، شریعتی که بر مبنای عقل قائم نیست، بر مبنای دلیل و حجت قائم است و اختلاف الامت و اتفاقها، و به همین صورت بدونه که در چه زمینه امت اتفاق داشتن، در چه زمینه اختلاف کردن. اون چیزی که اتفاق اختلاف کردن جاهای شبهه‌ای هست که باید ازش دوری کرد، با اون چیزی که اتفاق کردن باید بهش پایبند شد. امت همشون اجماع کردن بر خلافت راشده‌ای که قیام عدل و قسط رو در تاریخ اسلام ورق زد. روی اون اختلاف کردن بی‌معنا است. امت اتفاق کردن بر قرآنی که امروز هیچ گونه شک و شبهه‌ای بر نقل و صحت و درستیش در هیچ قوم و امتی وجود نداره، همه بر این یقین دارن، بر اون باید فکر کرد و روی مبادی و اصولی که این کتاب دعوت میده باید فکر کرد. و به همین صورت کتب حدیثی که امت اتفاق کردن که بخاری و مسلم به عنوان صحیح ترین کتاب ها شناخته میشه، باید به این دو کتاب رجوع کرد. اما دنبال روایات جعلی و ضعیف و به همین صورت روایات شاذ گشتن و شبهه ایجاد کردن، اینجا راه نجات نیست و فقه و فهم صحیح دین در این خط نمیتونه تضمین بشه. این مطلبی بود که در از ابتدای آغاز کتاب فقه ابسط آوردم براتون تا اینکه بیشتر حیثیت و ارزش و اهمیت کتاب رو با هم دریابیم. برمیگردیم به کتاب فقه اکبر و متن کتاب، که متن کتاب در حد چند صفحه بیشتر نیست، ولی فشرده هست و فشرده بودنش سبک رایج زمان خودش هست که مطالب رو فشرده به طلاب علم انتقال میدادن و فشرده بودن متن به همراهش دلیل عموما حذف شده است که شراح باش دلیل رو دلایل رو میارن. از اونجایی که ائمه دین مقام معتمد رو کسب کرده بودند، یعنی مورد اعتماد عموم مردم بودند، از اونجا نیازی به آوردن دلیل برای شاگردان نداشتند. بیننده دیگری مثل پشت خط هستم، برادر عزیز آقای موسوی از ایران، سلام بر شما، فرمودید. خسته نباش استاد. سلامت باشید، ممنون، بفرمایید. چی شبه که کلمه میدید؟ جان یه خانواده هست، شبکه کلمه و شبکه نور هر دوشون یه خانواده هست، بفرمایید. سلامت.
استاد در مورد خطبه نهج البلاغه خواستم یه سوال. خطبه سه نهج البلاغه بفرمایید. خارج از موضوعمون هست، موضوعمون هست فقه اکبر امام اعظم ابو حنیفه، ولی چون تماس گرفتید پشت خطم موندید باز هم بفرمایید، میشنویم اگه وقت جوابتون رو بدیم. بله، شکر حضرت علی از جناب خلیفه اول که تو نهج البلاغه اومده، خواستم ببینم شما چه جوابی میدید. بله بسیار خوب، من توضیح لازم رو میدم، توضیح لازم رو میدم، با ما همراه باشید. انشاءالله در خاتمه بحث خودمون اشاره خواهم داشت این موضوع. بله، آغاز کتاب رو با هم میخونیم قبل از اینکه پرسش بیننده رو هم پاسخ خواهیم داد. انشاءالله کتاب به این صورت آغاز میشه: الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و علی و بعد. قال الامام ابو حنیفه رضی الله عنه فی الفقه الاکبر، امام ابو حنیفه در فقه اکبر میفرمایند به این صورت: اصل الدین و ما یصح الاعتقاد علیه، اصل دین و اون چه که اعتقاد بر اون درست هست، یعنی باید بر اون اعتقاد داشت. میتونید متن رو ببینید، اگر صفحه لپتاپ رو بذارن در سیستم بیشتر مطلب رو خواهید گرفت. اصل الدین توحید و ما یصح الاعتقاد علیه، دقت کنید، اصل توحید و اون چه که اعتقاد بر اون صحت پیدا میکنه. یجب ان یقول آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و البعث بعد الموت و القدر خیره و شره من الله تعالی. بله، کافی هست؟ دقت کنید، ما در این متن آغاز نکته رو داریم و اون این هست که اون چه که اصل توحید هست و اعتقاد بر اون، بر اساس اون میتونه صحت داشته باشه، باور انسان، اعتقاد انسان بر مبنای اون میتونه صحیح باشه. به دنبال این میاد آمنتو بالله، یجب ان یقول، فرد باید بگه که آمنتو به الله، به ملائکش، به کتبش، به رسولش و بعث بعد الموت، یعنی برانگیختن بعد از موت، و قدر خیرش و شرش از جانب الله هست. والحساب والميزان والجنة والنار ذلك حق كله، حساب و میزان و جنت و نار همش حق است. این دنباله بحث بعد الموت هست. بله، کافی است ما این جمله رو با هم تأمل کنیم ببینید موضوع برامون چه قضیه ای رو داره میرسونه. نکته اول اینجاست که اصل توحید در واقع اصلی هست که اعتقاد نجات بخش هر نبی بر اون قائم هست و بر مبنای این اعتقاد تمام افکار و اندیشه های دینی قائم هست. توحید اساس هست و بر این اساس بقیه افکار و اندیشه ها قائم هست، یعنی هیچ فکری از توحید در واقع جدا نیست. به خاطر این قرآن کریم در وصف دعوت انبیا به ما میگه که ما ارسلنا من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون، ما هیچ رسول نفرستادیم مگر اینکه به او این رو وحی کنیم که هیچ نبی نیست، هیچ اللهی نیست مگر الله یکتا، پس عبادت اون رو بکنید یا عبادت من رو بکنید. توحید و الوهیت یکتای پروردگار متعال، یکتایی پروردگار متعال در دعوت انبیا، در الوهیت و به دنباله اون در کمال الوهیت پروردگار صفاتی هست که باور داشتنی به اون موضوع توحید رو در واقع تکمیل میکنه. یعنی تا زمانی که مطالب پیوست خورده به توحید رو ما نتونیم بگیریم، نخواهیم تونست
مبنای توحید لا اله الا الله رو قائم نگه داریم. قائم داشتن مبنای توحید در صورتی ممکن هست که بتونیم اون چی که مستلزمش هست توحید و اون چی که لازمه توحید هست که این مبادع ششگانه هست رو ما داشته باشیم. یعنی میانبرنامه کوتاه میبینیم، بعد رابطه بین این فروع اعتقادی رو با توحید با هم مختصرا انشاءالله در ادامه بحث توضیح خواهیم داد. خالق البشر وسخرت صورا تأليه للبقر تعيث في الأرض والأبصار خاشعة والعقل ممتهن في أبشع الصور ما للعقول ما للعقول يشقون من سقر الدنيا إلى سقر تحلقوا حولها غبر ملامحهم وفكرهم في قيود الذل والكدر ما للعقول ما للعقول يا الله وفي الجزيرة من صلى إلى صنم ومن يؤمل كشف الضر من حجر منصوبة عند بيت الله جامدة بلا حراك ولا سمع ولا بصر بلا حراك ولا سمع ولا بصر ما للعقول ما للعقول حتى إذا أزغ الهادي بدعوته أنا بالوحي درب الخلق يا أيها الناس أتى البرية بالفرقان فانطلقا تبني الحضارة في الأمصار والفكر تبني الحضارة في الأمصار والفكر أطلق العقل من أغلاله فسما لله حرا فيا للعز والظفر لك الفداء عن أذى باغ ومؤتفك لك الفداء بالدماء والسمع والبصر رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول نقلة واحدة
نقل محمد عليه الصلاة والسلام البشرية من أحط الدركات إلى أعلى الدرجات، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السعين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه مد نظرمون بود که معرفی این کتاب و کتابی که به دنباله این کتاب فقه ابسط باشه رو هم با هم باش آشنا شدیم و گفتیم که مطالبی که این دو کتاب در بر دارن مطالب فشرده‌ای هست، جزء متون علمی هست و این متون علمی دلائل مفصل به همراه ندارن، ولی شراح دلائل کتاب و سنت رو با متن به متن اضافه کردن. ولی از اونجایی که کتاب ارزش علمی خاص خودش رو داره و مرجعی که به اون نسبت داده میشه، این کتاب جزء مراجع ائمه بزرگ اهل سنت به شمار میاد، جای تأمل و توقف و تدبر رو داره که ما وایسیم و ببینیم که بزرگان ما چه افکار و اندیشه‌هایی داشتن و چه استنباطی رو در مبادی دین داشتن و چه اصولی رو به عنوان اعتقاد و باور تلقی می‌کردن. ما هم بر همون اساس بیاییم فکر خودمون رو بازسازی کنیم و اندیشه خودمون رو اصلاح کنیم. آغاز کتاب همونطوری که در صفحه لپتاپ هم شما مشاهده کردید، گفتیم که بحث اعتقاد و توحید هست. گفت که اونچه که اصل توحید هست و اعتقاد بر اون واجب هست، لازم هست، ایمان به الله هست که به دنباله اون ایمان به ملائکه هست و کتب و رسول و بعث بعد الموت و القدر خیری و شرهی من الله تعالی. این شش موردی که ما در کتب اعتقادی خودمون داریم، ایمان به الله، ملائکه، کتب و رسول و الیوم الاخر و القدر خیری و شرهی، همه اینهای ارتباط بسیار دقیقی با ایمان به الله داره. به این معنا که ما الله رو به عنوان مالک الملک میشناسیم و الله رو الوهیت و کمال الوهیت او از اونجایی هست که پادشاهی او در کمال باشه، یعنی هیچ چیزی از سلطه او بیرون نباشه. در این ضمن وجود حاکم عادل کامل با صفات کمال مستلزم این هست که حساب کتابی باشه و اون آخرت هست، مستلزم این هست که هدایت برای بشر باشه، یعنی رها شده نباشه بشر، اگر رها بشه یعنی که این بشر رحمت الله برای اون به کمالش نرسیده، که اینجا رسالت هست. و به همین صورت پیامدهای عمل کرد و نتایجی که دستمون میاد همشون بر مبنای عدالتی هست که و حکمتی هست که رب العالمین برامون مقرر کرده و اون ایمان به قدر هست. و به همین صورت فرشتگانی هستند که سمبولی از عبودیت بندگی الله رو برای اون پادشاهی مطلق دارن، بندگی و اطاعت و عبادت اون رو میکنن، که این هم باز دلیلی بر حاکمیت مطلق پادشاه یکتا هست. این مجموعه‌ای که ما به دنباله ایمان به الله به طور مفصل در ایمان مفصل داریم، بعد از لا اله الا الله داریم، همه اینها در واقع بیانگر کمال الوهیت پروردگار هست، که اینها رو قرآن کریم برامون مفصل میگه. یعنی هر چیزی که مرتبط باشه به توحید و مرتبط باشه به اون چیزی که اعتقاد ما باید بر مبنای اون پایه‌ریزی بشه، اونها رو قرآن کریم مفصل برامون توضیح داده و تأکید کرده و بیان نموده. ایمان به الله هم که مفصل صفات الله میاد که ما انشاءالله بهش خواهیم پرداخت، و ملائکه، نقش ملائکه و بعضی از ملائکه، اسم ملائکه، کتب الهی و به همین صورت رسول الهی که با هم در ارتباط هست، کتاب الهی برای هدایت هست و
به همین صورت حامل این کتاب هم که رسول هستند و قیامت که انتهای امور و حساب کتاب هست و تقدیر هم که باز هم یک سلطه حکیم و عادلی هست که هر چیز بر مبنای حکمت و علم و عدالت اون نتایج رو به بار میاره. این در تکمیل کمال الوهیت پروردگار فکر صحیح توحیدی رو با هم در واقع میسازه. فکر کنم آخری بیننده باشه که داشته باشیم چون وقت تنگ هست. آخری بیننده عزیزی که صداش رو خواهیم شنید، آقای بله مسیح آقای ابن مالک با اسم جواد اومدن. آقای جباری، آقای ابن مالک، باز هم سال قدیم رو دارید یا سال دیگه پیدا کردید؟ من یه سال راجع به آقای ابو حنیفه پیدا کردم. خب چقدر زحمت کشیدید پس؟ بفرمایید. ایشون فرمودن لو ادرک نی رسول الله لعصب کثیر من قولی، اگر رسول خدا من را ترک بکنه بیشتر قول من را میگیره، یعنی از من پیروی میکنه. آیا ابو حنیفه خودش از رسول الله افضل میدونسته؟ ربیع الابرار زمخشری جلد 4 صفحه 93 نقل. شما از ربیع الابرار زمخشری لطف کنید نقل نکنید، شما از این کتابی که مال که ما داریم بحث میکنیم نقل میکنیم. شما این کتاب رو اگر چیزی دارید، اون تیمی که با شما دارن کار میکنن به اون تیم بگید که لطف کنن، کتاب خیلی کوتاهی هست. اون دوستانی که با شما دارن کار میکنن و مطلب در میارن بهشون بگید که این کتاب فقه اکبر بسیار کوتاه است، 3 صفحه است، در بیارن داخل اون اگر نکته‌ای در آوردن به چشم خدمتتون هستیم. بله. امام شافعی امام شافعی موضوع بحثمون نیست. تشکر از تماستون آقای ابن مالک. زیاد هزینه نکنید که فکر کنم چیزی گیرتون نمیکنه آقای ابن مالک. بله با توجه به اینکه وقت کوتاه هست ادامه بحث خودمون رو می‌ذاریم برای جلسه آینده، ولی سوالی که بیننده عزیزی داشت در رابطه با خطبه سوم نهج البلاغه که به عنوان خطبه شقشقیه مشهور هست، بذارید من چند نکته رو برای فهم صحیح این خطبه بگم. اولین نکته این هست که کتاب نهج البلاغه جزو کتاب‌هایی هست که اثبات این کتاب، نسبت دادن این کتاب به طور مستند به حضرت علی رضی الله عنه بدون سند هست، یعنی ثابت نیست. در نتیجه بهش اضافه کردن، کم کردن و در ضمن اون میتونه هر چیزی وجود داشته باشه، چون شریف رضی خودش هم مدعی این نبود که این کتاب کتاب صحیح است. اسمش بود کتاب نهج البلاغه، یعنی کتاب ادبی بود، یعنی کتابی بود که در بلاغت نمونه‌ای بود که نمیتونست معیار علمی باشه از اینکه تشخیص بده که کتاب همش صحیح است. دوم اینکه تناقضاتی که در این کتاب وجود داره دلیل بر این هست که درش دستبرد شده. از جمله ای که تناقضات همین خطبه شقشقیه هست که کاملا در تعارض هست با خود با نامه‌ای که حضرت علی به معاویه می‌نویسن، نامه مشهوری که شاید روش خیلی صحبت کردیم ما، که در این نامه صریح میگن که استدلال میکنن به صحت حکومت بر مبنای اصولی که بر مبنای همون اصول خلفای سگانه قبل باشون بیعت شده و صحت حکومت خودشون رو و صلاحیت حاکمیت خودشون رو به دست آوردن. میگه همون کسانی که با یعنی با من بیعت کردن، همون کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن و مشروعیت خودشون رو بر این اساس معرفی میکنن. و از همه مهمتر من میخوام یک نکته ای رو بگم که نیاز به اصلا اختلاف نیست. عمل کرد متواتر حضرت علی رضی الله عنه و دو پسر بزرگوارشون حضرت حسن و حسین رضی الله عنهم در طول نیم قرن دلیل بر این هست که با اون حاکمیتی که شما باش در ستیز و نزاع هستید کاملا باش همکار بودن، موافق بودن، هیچ اختلافی نداشتن. اختلافات عادی که بین هر انسانی پیش میاد، هر مجموعه به طور طبیعی اختلاف نظر، اختلاف رأی، اختلاف سلیقه به طور طبیعی میتونه موردی پیش بیاد و تموم بشه، اما به طور کلی با هم همکار در کنار هم و در صفا و آرامش زندگی کردن، مگر در موارد خیلی نادری که با حضرت معاویه صورت گرفت و اون هم در انتها به صلح انجامید و باز با صلح که صورت گرفت خودش برامون بیانگر این هست که اصول
فکری، اصول عملی اونها یکی بوده و اختلاف سلیقه‌ای که پیش اومده به طور طبیعی در زندگی انسان‌ها پیش میاد. در نتیجه خطبه شخشقیه در اینجا در تعارض هست با زندگی مسلم حضرت علی رضی الله عنه. و آخرین مطلبی که شما بگم این هست که خطبه شخشقیه رو در ضمن خطبه هایی قرار دادن که انظر علمی و سبک زبانی به حضرت علی نمیشه اون رو نسبت داد. یعنی اومدن ادبیات گفتاری و نوشتاری مسلم حضرت علی رو در سیستم نرم افزار گذاشتن و این خطبه هم در نرم افزار گذاشتن، با هم همخونی نداشته. یعنی این خطبه با بقیه نامه هایی که مستند در کتب روایی اهل سنت اومده و صحیح هم هست با اونا هم خونی نداشته. این مطلب رو حتی در میتونید در پژوهش های علمی دقیقی که صورت گرفته سرچ کنید و در بیارید و ببینید. بر حال مهم اینجاست که ما باز هم هیچ کسی رو معصوم نمیدونیم، هیچ کسی رو معصوم نمیدونیم. اسمت رو در زیر سایه وحی فقط مخصوص انبیا میدونیم. همه شما رو تا برنامه دیگه به الله یکتا میسپارم. انشاءالله که وقت خوبی رو داشته باشی. تا برنامه دیگه الله نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لا اله الا الله. لا إله إلا الله لا